دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که جلسه دوم سخنرانی‌های عمومی گردهمایی سراسری فیزیک ایران رو شروع می‌کنیم. در این برنامه‌مون آقای دکتر روحانی در مورد سیستم‌های کمپلکس برای ما، سیستم‌های پیچیده برای ما صحبت می‌کنند و البته فکر می‌کنم آقای دکتر روحانی احتیاج به معرفی ندارند و همه تون خوب میشناسید، ولی من اجازه بدید یه دو کلمه عرض بکنم. آقای دکتر روحانی از اساتید قدیم و با سابقه دانشگاه صنعتی شریف هستند در دانشکده فیزیک و کارهای متعددی در زمینه سیستم‌های پیچیده و مطالب مختلف دیگه فیزیک، کنفرمال فیلد تئوری، نظریه میدان‌ها، ذرات بنیادی انجام دادن و یکی از افتخارات ما هستند. من از ایشون خواهش می‌کنم که سخنرانی خودشون رو شروع بفرمایند. آقای دکتر روحانی در خدمت شما هستیم. سلام، من سلام عرض میکنم خدمت همه همکاران. آقای دکتر روحانی صدای منو دارید؟ صدای منو دارید؟ بله آقای دکتر روحانی، خدمتتون هستم. صدا خوبه؟ صدا قبوله. خیلی خوب. من خیلی خوشحالم که امروز اینجا در خدمت شما هستم و آقای دکتر روحانی. بله، تصویرمو میخواین؟ چی؟ آقای دکتر رفعی بفرمایید. آقای دکتر روحانی صداتون خوبه، حالا اگه تصویر کنم داشته باشیم که بهترم هست. تصویر میذارم ببینم چی میشه. بله، خطم ضعیفه. خب، من خیلی خوشحالم که من اومد، مشکلی نبود که بله صحبت میکنم. بسیار خوب، من چند دقیقه و از من خواسته شد که یه چیزی راجع به جایزه نوبل امسال بگم که در زمینه سیستم های پیچیده ارائه شده و من یه تعداد اسلایدی آماده کردم، حالا در اون حد که انشالله بتونم یه آشنایی مختصری به این موضوعهای جایزه نوبل فیزیک امسال بدم. جایزه نوبل فیزیک امسال در زمینه سیستم‌های پیچیده داده شد که خیلی نزدیک به قلب من هست. عنوانی که واسش گفته شد برای اقدامات بارز جهت درک سیستم های پیچیده به این سه نفر، سیو کورومانوب، کلاوس هاسلمن و جورجیو پاریزی ارائه شد. جایزه در واقع به دو قسمت تقسیم شد. قسمت اولش به سیو کورومانوب و کلاوس هاسلمن برای کاری که در زمینه هواشناسی انجام داده بودن، قسمت دومش برای کاری که در زمینه شیشه های اسپینی انجام شد. حالا من اول راجع به این بحث هواشناسی صحبت میکنم، هرچند راجع به هواشناسی چیزی بلد نیستم و بیشتر در زمینه شیشه‌های اسپینی که کار پاریزی هست شاید بتونم کمکی بکنم، ولی نمیشه این قسمت هواشناسیشم بدون بحث گذاشت، لذا من با هواشناسی شروع میکنم. سیستم‌های پیچیده براشون یه تعریف خوبی وجود نداره، ولی قدم اولش اینه که تعداد زیادی درجه آزادی هستن که با همدیگه برهمکنش دارن به روش غیر خطی، با پتانسیل غیر خطی، و از این برهمکنش و تعداد زیادی درجه آزادی تعدادی الگو برمیخیزه. حالا چه الگویی برمیخیزه بحث رو باز میکنه و این الگوهای مختلف رو اسم میبرن. در اینجا مشخص نیستش که کدومش تر واقع لازم و کافیه. من حالا همچون که حرف میزنم میبینید که این مسئله پیچیده‌ای هست، یعنی پیدا کردن یه تعریف برای سیستم پیچیده خودش یک مسئله پیچیده است و لذا طول خواهد کشید تا ما به یه
درک خوبی از سیستم پیچیده دست بیابیم تا اینکه بتونیم یه تعریف دقیق انجام بدیم. حالا اگر یه جایی یه چیزی با تعداد درجات آزادی زیاد داشته باشید و اینا رو با هم دیگه کوپل کنید، حالا یه هنره که بیاین یه مدلی درست کنید که اندازه کافی غنی هست که به شما نتایج جالبی ارائه کنه، ولی از طرف دیگه به اندازه کافی آسون هست که بشه حلش کرد. و در واقع تمام این کارهایی که شده طی این چند دو سه دهه پیش، این دوتا خواست متناقض براش حاکم بوده. نکته دیگری که باید توجه کرد و خیلی وقت هستش، خیلی وقتا میبینم که اشتباه گرفته میشه، اینه که سیستم پیچیده یه علم جدید نیست، بلکه نگاه جدید به علم هستش. که حالا این که منظورم چی هست به با مرور زمان مشخص میشه. بحث هواشناسی رو اول بهش بپردازیم. برای اینکه وارد این بحث بشیم لازمه که یک کلمه ای رو بهش روش تاکید کنم. دو تا موضوع هستش اینجا ما داریم، دو تا موضوع رو ازش خوبه که تفکیک کنیم در ابتدا. کلایمت به معنای اقلیم، آب و هوا به معنای ودر. ما در محاوره روزمره فارسی آب و هوا رو به هر دو معنای اقلیم و آب و هوا استفاده میکنیم، ولی اینجا لازمه که اینا رو از همدیگه تفکیک کنیم. آب و هوا مفهومش اینه که من امروز هوا مثلا بارانیه، درجه دما اینقدره، فردا آفتابیه، درجه دما اینقدره، از این قبیل. یعنی در واقع یک مقیاس زمانی کوتاه در حد روز یا هفته که میگه که آب و هوا چطوری. اقلیم یک مفهوم خیلی دراز مدت تره. تقسیم کره زمین به اقلیم‌های مختلف در اولین بار در سال 1884 توسط این آقای کوپن انجام شد و اینجا اقلیم‌های مختلفی که برای کره زمین متصور شد رو میتونید ببینید که یک جاهایی از کره زمین اقلیم مشابه دارن مستقل از آب و هواش. و این دلیلش چیه؟ چرا یک جاهایی اقلیم خاص دارن؟ حالا اقلیم های کره زمین یا اصلا اقلیم شناسی رو کره زمین خودش یه سیستم پیچیده تمام عیاره، یعنی واقعا دیگه در پیچیدگی هیچی کم نداره. بنابراین جای مناسبیه برای شروع. کار از اینجا شروع شد که در یک مقطعی سالای 50 میلادی یه عده‌ای آمدن معادلات حاکم بر هوا رو، بر اتمسفر رو روی یه کامپیوتر گذاشتن و پیشبینی هوای رقومی شروع شد. پیشبینی هوای رقومی در واقع سعی میکنه با گذاشتن این معادلات روی کامپیوتر و داشتن یه تعداد نقاط دیتا پوینت که در سرتاسر زمین پخشه هوا رو پیشبینی کنه. و این کار انقدر خوب الان انجام میشه که ما دیگه به پیشبینی هوا شک نمی کنیم. در زمان بچگی من پیشبینی هوا برای کشور ایران این بودش که در برخی مکان ها هوای کشور امروز ابریست. و خب اینو اگه نمی گفتن ما می دونستیم، به خاطر همین خیلی پیشبینی وجود نداشت. ولی الان با دقت خیلی بالا پیشبینی انجام میشه و دیگه اون فضای قدیمی وجود نداره. اما به سرعت کشف شد که پیشبینی هوا یک کاری نیستش که
برای دراز مدت ممکن باشه. دیتا پوینت های هوا یعنی فشار و دما غیره رو روی گریدی مثل اینی که الان روی اسلاید دیده میشه میگیرن، به این معادلات میدن، معادلات رو به سمت جلو محاسبه میکنن، پیشبینی هوا در میاد و پیشبینی هوا معمولا در حد 2 هفته خوبه، در حد 1-2 روز واقعا عالیه، در حد 2 هفته خوبه، فراتر از 2 هفته بهش شک میشه کرد. دلیلش چیه؟ دلیلش آشوبه. مقوله آشوب از اتفاقا از همین ماجرا برخاست، یعنی معادلات هوا رو آقای لورنس تقلیل داد به 3 تا معادله ساده این شکلی که در اینجا مشاهده میکنید که معروفه به مدل لورنس. بعد این معادلات رو که به پیش میبریم میبینی که درش یک پدیدهی وجود داره به نام آشوب. من نمیخوام وقت صرف کنم سر این که بگم آشوب چیه، ولی خیلی سریع آشوب عبارت از که در یک معادلات دترمینیستیک مثل اینی که جلو رومون هست ما رفتار پروبابیلیستیک میبینیم، یعنی این که نمیتونیم آینده دراز مدت محاسباتمون رو پیشبینی کنیم. یه خطای کوچک در نقطه آغاز منجر به تخطای بزرگ در چندین برهه زمانی دیرتر می شود و این همون چیزی استش که در هواشناسی بهش میگن پدیده پروانه. پدیده پروانه واسه از این که اگر یه پروانه در یک نقطه از جهان بال بزنه، خب این یک اختلال کوچکی در هوا ایجاد میکنه، ولی در دراز مدت این اختلال کوچک ممکنه منجر به یک طوفان در اونور کره زمین بشه. همین این پدیده آشوبه و آشوب بنابراین توان پیشبینی هواشناسی رو پایین میاره و اینجور که من خبر دارم، شاید اطلاعاتم قدیمی باشه، دقت هواشناسی در 2 هفته باقی میمونه. وقتی هر چی سعی کنید جلوتر برید خیلی مشکل میشه. اما در خیلی دراز مدت سیستم های آشوبناک جذب میشن به یک منطقه ای که اینجا عکسش رو میبینید که بهش میگن جاذبه عجیب. علارغم تمام این حرفا در خیلی دراز مدت نتیجه معادلات لورنس از یک فضایی خارج نمیشه. این فضا شکل خاصی داره و چون شکل خاصی داره و فرکتالی هست بهش میگن جذاب عجیب. این حرف، این مقوله جذاب عجیب خیلی نقش مهمی بازی میکنه که من الان توضیح میدم چی. ببینید این دیاگرام خیلی خوب داره حرف رو مطرح میکنه. شرایط اولیه وقتی یک کمی عوض بشن مشاهده میکنید که تراجکتوری های پیشبینی هوا به کلی قیافشون عوض میشه. این همون پدیده آشوبه. یک کمی تغییر در شرایط اولیه، تغییر قابل توجهی در شرایط آخری ایجاد میکنه و نتیجتاً یه عدم اطمینانی در پیشبینی هوا به وجود میاد که توسط این مرز منطقه آبی پررنگ مشخص میشه. اما چون این جذاب عجیب وجود داره از این منطقه آبی پررنگ خارج نمیشه و نتیجتا ما میتونیم یه همچین منطقه آبی کمرنگ دور این منطقه پیشبینی بسازیم که در واقع به ما میگه که اقلیم یک منطقه خاص رو کره زمین چیه. اون کاری که این آقایون تونستن انجام بدن اینه که با گذاشتن معادلات هواشناسی روی کره زمین اقلیم‌های موجود رو تونستن در بیارن و نشون بدن که علی‌رغم تمام مشکلات ناشی از آشوب این ساختار پایداره. ساختار اقلیمی کره زمین پایداره. آب و هوا عوض میشه، بارونی میشه، طوفان غیر منتظره میاد غیره، ولی در کل هیچ وقت هوای گرم
مناطق کویر، گرم و خشک مناطق کویری یهو تبدیل به سرد و مرطوب نخواهد شد. اما دعوا سر اینه دقیقاً که اگر شرایط اولیه کره زمین عوض بشه و دمای کره زمین یک درجه بره بالاتر، این اقلیم ها به هم خواهند ریخت و ما در واقع، ما انسان ها در واقع الان با استفاده بی محابا از منابع کره زمین، گرم کرد شدن کره زمین رو دامن زدیم و کره زمین در حد یک درجه گرمتر از سابقه. این اگه برسه به دو درجه، ظاهراً حرف اینه که این اقلیم ها به هم خواهند ریخت و از بین میرن و خطر در واقع در اینه که این چیزهای شناخته شده از هم خواهند پاشید، که الان شواهدش دیده میشه در طوفان های خیلی بزرگ و غیر منتظره، سیل های متعدد و شرایط آب و هوایی غیر منتظره. و فشار اینه که سعی کنیم که اجازه ندیم که یک درجه دیگه هم بره بالا، بره بالا و برسه به دو درجه دیگه، شاید قابل برگشت نباشه. خب من این حرفایی که در زمینه هواشناسی زدم و علم محدودی که در این زمینه دارم میسر بود. حالا انشالله امیدوارم که اهمیت کاری که این آقایون انجام دادن رو رسونده باشم. اهمیت کارشون در اینه که مبتنی بر این مدل های رقومی هواشناسی تونستند اقلیم رو در بیارن. قسمت دوم جایزه نوبل میره به آقای جورجیو پاریزی به خاطر کاری که در زمینه سیستم های بی نظم انجام داده و کوتیشنی هم که بهش دادن، سیستم های بی نظم از مقیاس اتمی تا مقیاس سیاره، که حالا ببینیم ایشون چه کار کرده. آقای جورجیو پاریزی یه زمانی یه دانشجوی تحصیل تکمیلی خیلی معقول بود که این وسط عکسش میبینیم و با گذر زمان به این قیافه دست راست تبدیل شد. یکی از دلایلی که معمولا میارن واسه اینکه وارد رشته فیزیک نظری نشه، رو شکل و قیافت اثر میذاره. منم آقای جورجیو پاریزی رو وقتی که این شکل دیوانوار بود دیدم و خب خیلی سخنرانی عمیق و هوشمندانه کرد و اون موقع منو کاملا تحت تاثیر قرار داد. صحبت 40 سال پیش. ولی خب بالاخره به کاراش به نتیجه رسید. ولی چه کارهایی کرد؟ ایشون یه سری کارهایی کرده که روی حرکت گله های پرندگانه، که شاید شما یه همچین منظره هایی رو دیده باشید که پرنده هایی که پرواز میکنن یه شکل خیلی خاصی در هوا ایجاد میکنن. و یه سری کارهای دیگه کرده که روی نظریه شیشه های اسپینیه. شیشه های اسپینی یک سیستم هایی هستن که مغناطیسی هن، منتها بی نظمی درشون خیلی نقش عمده ای بازی میکنه. حالا من سعی کردم که کار مختلف ایشون رو یه لیست ازش تهیه کنم که چه مقالاتی نوشته. این مقاله معروف هستش که مربوط است به معادله تحول کار در پاریزی جنگ، که 5913 تا سایتیشن دریافت کرده. بعد یه سری مقالاتی در مورد اینتراکشن گله های حیوانات
موجودات زنده داره، یک کارایی در زمینه تلاطم انجام داده و مسئله دیگری کاری که روش کار کرده بحث پکش کره های سخت هستش که در یه فضا کره های سخت به صورت رندوم وقتی ریخته میشن چقدر از فضا رو پر میکنن. اینم مسئله خیلی جالبه، ولی این تنوع کارهایی که انجام داده همش بحثش نهایتا روی اثرات بی‌نظمی در یک سیستم بزرگه و اینکه یه سیستم پیچیده ازش ظاهر میشه. من از کجا با موضوع آشنا شدم؟ یه بحثی وجود داره به نام حافظه قابل آدرس دادن بر اساس محتوا. حافظه انسانی چنین حافظه برعکس حافظه کامپیوتری، یه همچین عکس ناقصی از یه سگ رو نشون بدن همه بلا شک میگن سگه، یعنی بقیه سگ رو در ذهنشون تصور میکنن. ولی کامپیوتر یه همچین روش برای اشاره به حافظه نداره. حافظه روی یه هارد دیسک با یه آدرس مشخص میشه و وقتی شما میخواین اون حافظه رو به دست بیارید اون آدرس رو میدید به کامپیوتر و میره درش میاره. این که چطوری میشه یه همچین سیستمی رو روی کامپیوتر درست کرد رو براش آقای هاپفیلد یه مدل داد. من مدل آقای هاپفیلد رو شروع کردم در شبکه‌های عصبی مصنوعی، مدل هاپفیلد ساخته میشه، شروع کردم به کار روش. بعد متوجه شدم که این مدل هاپفیلد مرتبطه به مدل شرینگتون کرک پاتریک برای شیشه اسپینی و از اونجا وارد بحث این شدم که شیشه های اسپینی چی هستن. مدل هاپفیلد اینجوری کار میکنه که فرض کنید ما یه تعداد نورون داریم که حالت خاموش و روشن میتونن داشته باشن، یعنی به اضافه یک یا منهای یک، و روی یک شبکه این در این هم حرف تی یه حافظه هستش که ما میخواییم این حافظه رو به دست بیاریم یا ریکال کنیم، دو مرتبه به یاد بیاریم. اگر قسمتی از این حافظه از بین بره که اینجور در این تصویر سمت راست از بین رفته که ته تی از بین رفته، همینطور که ما بهش نگاه میکنیم ما فورا حرف تی رو تو ذهنمون شکل میدیم. البته اگر مقدار خیلی زیادی ازش از بین بره دیگه نمیتونیم شکل بدیم، اما این مقدارش خیلی زیاد نباشه میتونیم، اینو میتونیم بازسازی کنیم. و این در واقع در شبکه‌های عصبی مصنوعی به روش به کمک مدل هاپفیلد اجرا شد. یعنی میتونید ما یه شبکه عصبی مصنوعی تعریف کنیم بر اساس مدل هاپفیلد و این تی رو خودش بازسازی کنه از این تی. روشی که انجامش میده اینه که این تی درست و حسابی رو در واقع میگذاره در مینیموم همیلتونی و این حالت به هم ریخته یه حالت برانگیخته است و با حرکت هایی که شبکه عصبی مصنوعی انجام میده کم کم این مدل برانگیخته میاد به حالت پایه که اینه و به این ترتیب در واقع در کامپیوتر های دیجیتال یک روش بازخوانی یا به یادآوری حافظه که مبتنی بر محتوا باشه ساخته میشه. این عکس آقای هاپفیلد و تعریف ریاضی مدلی که ایشون درست کرده. در واقع اسپین آیوم به اضافه یک یا منهای یک، اگر تمام کانکشن هایی که بین آی و نورون آی و جی که میشن دبلیو آی جی ضرب در اسپین های جی
SJ در سایت J بشن مثبت باشه، این SI پریم رو میذاریم به اضافه یک و برعکس میذاریم منهای یک. این دینامیک اون وقت میشه نشون داد که این همیلتونی رو به سمت مینیموم موضعیش میبره. حالا اون چیزی که اتفاق باید بیفته اینه که من باید تعداد زیادی مینیموم داشته باشم، تعداد زیادی مینیموم داشته باشم که هر یک از این مینیموم ها یه حالت پایه من یکی از مثلا حروف الفبای انگلیسی باشن که یکیش تی بود بقیه حروف رو هم داشته باشن. و باید بتونم این شبکه عصبی رو آموزش بدم که اون تعداد حافظه‌ای که میخوام رو یاد بگیره، یعنی برای خودش این تا مینیموم درست بکنه که هر یک از مینیموم یکی از اون خاطره هست. و روش آموزش هم روش هبیان هست. روش هبیان اینه که یه نورون، یه لینک بین دو تا نورون وقتی شلیک میشه قوی تر میشه، وقتی شلیک نمیشه ضعیف تر میشه و نتیجتا ارتباط سیناپتیک بین نورون ها با گذر زمان قوی تر و قوی تر میشه و به این ترتیب تعداد زیادی حافظه میتونیم روی یه شبکه نورونی درست بکنیم و این حافظه هم همشون content addressable هستن، یعنی از رو محتوا میشه پیداشون کرد. و خب این شکل زمینن این نشون میده که هر کدوم از این مینیموم ها یه دامنه جذب دارن و این خود حافظه این وسطه و اگر این به هم بخوره تا یه حدی قابل بازیافته، یعنی اگه کل اون تی رو من به هم بزنم مسلماً نمیتونم پیداش کنم، ولی اگر در داخل این دومین جذب باشه پیدا خواهد شد. و عملاً میشه نشون داد که اون هبیان رول کانکشنای بین اسپینا رو دبلیو آی جی رو اینجوری تعریف میکنه، با گذر زمان میره به این سمت که هر پترنی EIA و ما اگه پیتا پترن داشته باشیم در پترن بعدی ضرب میشه و حالا یه نورمالایزیشن هم داره، این میشه کانکشن متریکس من و همیلتونی من با این کانکشن متریکس در واقع به این شکل در میاد و این دقیقاً مینیمم میشه. واضحه که میبینیم که مینیمم میشه وقتی اس مساوی است با ای، یعنی این هر چیز دیگری اس باشه این مینیمم نمیشه، ولی مینیمم های موضعی خواهند وجود خواهند داشت که اس مقادیر دیگری باشه، مثلا جمع خطی ای ها باشه. و این که این مینیمم های موضعی چه نقشی دارن این در این مرحله باز میمونه، ولی ما الان اینجا تونستیم پی تا حافظه درست بکنیم در این همیلتونی که همیلتونی مینیموماش دقیقا منطبق به ای ای و ای آ هستن. سوالی که حالا پیش میاد اینه که ماکسیموم پی چقدره؟ این در واقع میشه ظرفیت حافظه. هرتز در سال 91 در واقع نشون داد که این 13%، یعنی اگر تعداد نورونات باشه 100، 13 تا حافظه میتونی داشته باشه، ولی اگر تعداد زیادی، اگر از این 13% یا 13.8% بیشتر حافظه بذاری اون وقت توان بازیافت به شدت از بین میره. این عدد 13% در واقع با تحلیل تئوری شیشه های اسپینی به دست میاد با استفاده از روش های آقای پاریزی به این عدد میتونیم برسیم.
پس حالا بریم ببینیم این نظریه شیشای اسپینی که به من میتونه بگه حافظه هبیان چطوری، چقدر هست ماکسیمومش، چطوری کار میکنه. شیشای اسپینی همونجور که گفتم یه حالت بی نظم مغناطیسیه. در واقع ما به جای این که مثلا در مدل آیزینگ دقیقاً قدرت‌های مغناطیسی پیوسته داریم، یکسان داریم، که نتیجتاً در دمای پایین این حالت فرومغناطیس میتونه به وجود بیاد و در دمای بالا حالت پارامغناطیس به وجود میاد، چون افتخیز این اسپینا خیلی بیشتر از قدرتی هستش که اینا رو با هم میچسبونه. در شیشه اسپینی که در این دماهای خیلی پایین اتفاق میفته، اتصال بین این اسپینای مغناطیسی دیگه رندومه. به طور فیزیکی اینطوری اتفاق میفته که مثلا شما یه آلیاژی دارید از آهن در مس، اتم های آهن دو قطبی مغناطیسی دارن، ولی وجود این فضای رسانای مس بینشون، اگر اینا به صورت نامنظم پخش باشن، نیروی بینشون جاذب یا دافع میکنه و بنابراین یک فاز سومی وجود میاد که اسمش رو میذارم فاز شیشه های اسپینی. این سه تا شرطی که این کنار هست رو بهش دقت بکنید، ببینید که چه فرقی بین فرومغناطیس، پارامغناطیس و شیشه اسپینی وجود داره. در فرومغناطیس میانگین مغناطیدگی غیر صفره، یعنی چون اسپینا همه همجهتن یا درصد زیادیشون همجهت هستن، مغناطیس غیر صفر. در پارامغناطیس مغناطیس صفره، چون که حالا اسپینا هر کدوم به یک جهت رندوم هستن و جمعشون صفر خواهد شد که میشه این خط دوم. ولی علت اصلی که صفر میشه اینه که این اسپین خاص در این گوشه در طول زمان دائم در حال بالا پایین پریدنه. پس میانگین زمانی این اسپینم در دراز مدت صفره، نه فقط جمع کل اسپینا بلکه میانگین تک اسپین هم صفر. حالا میتونیم شرایطی داشته باشیم که این اسپینا به صورت رندوم جهتشون وجود داره، یعنی جهتاً مغناطیسش که میشه جمع اینا صفره مثل پارامغناطیس، ولی انتگرال زمانی تک اسپین صفر نیست. یعنی این اسپینه کما بیش در همین جهته، یخ زیاد به عبارت دیگه در این جهت یخ زده و بنابراین مغناطیس کل سیستم همچنان صفر، درست مثل پارامغناطیس، ولی با پارامغناطیس فرق داره در اینکه دمای خیلی پایینه و این خودش شخصا افت و خیز زیادی نداره. و مثالهاش عبارت است از آلیاژ هایی که مواد مغناطیسی و غیر مغناطیسی با هم در یک جا قرار می گیرن و البته چیزای سرامیکی هم وجود داره. علی خاصیت اصلی همین اینه که اکسچنج اینتراکشن بین دو تا اسپین متغیره، یعنی گاهی میتونه مثبت باشه ولی گاهی میتونه منفی باشه و به همین دلیل این کل اسپین ها در جهات مختلف میان یخ میزنن، یعنی مینیمومشون رو اونجا پیدا میکنن. و خب این حالت یخ زدگی با دما از بین میره، اینجور دما رو که زیاد میکنید این اسپین ها آزاد میشن و میتونن حالا افت و خیز زیادی داشته باشن و دیگه این مغناطیس موضعی از بین میره. در اینجا یک مفهومی به نام فراستریشن اتفاق میفته که
به این صورته که اگر یه حلقه بسته در نظر بگیرید از اسپینایی که با همدیگه برهمکنش دارن و این برهمکنشه بین اسپین‌های مجاور علامتش عوض بشه، به نحوی که روی یک حلقه بسته وقتی همه جای‌ها رو ضرب کنی منفی بشه، که جرب روی جمع روی هر حلقه ضرب ببخشید روی هر حلقه بسته که منفی بشه، اون وقت اسپین های روی این حلقه نمیدونن بالاخره به کدوم سمت اشاره کنن. این اسپین اینجا اگر فقط به این نگاه کنه باید بالا باشه، اگر به این نگاه کنه باید پایین باشه، نتیجتا این اسپین دچار فراستریشن میشه که بعضی از همکاران در ترجمه کردن سردرگمی. من اون زمانی که این کار رو شروع کردم اینو ترجمه کردم ناکامی، یعنی جوان ناکامیه که نمیدونه بالاخره به چه نتیجه‌ای باید برسه. این خاصیت فراستریشن هستش که در شیشه های اسپینی موجب میشه که تعداد زیادی مینیموم ممکن بشه و این در واقع اون خواست اولیه بودش که ما در مدل هاپفیلد داشتیم که تعداد زیادی مینیموم داشته باشیم که هر مینیموم نقش یک حافظه رو بازی کنه. اینجا شما دو تا مینیموم میبینید، یکی بالا یکی پایین، ولی از این حلقه های بسته اگر جی ها مقادیر رندوم مثبت منفی داشته باشن در یک شبکه بزرگ تعداد زیادی دیده خواهد شد و برای هر حلقه بسته مستقل ما یک مینیموم جدید خواهیم داشت. عملا در یه شبکه بسیار بزرگ تعداد مینیموم ها به بی نهایت میره. بعضی مدل ها رو بخوام اسم ببرم، مثلا مدل ادوارد اندرسون همیلتونش این شکلیه، مثل همیلتونی آیزینگه، ولی جی آی جی مقادیر رندومی میتونن داشته باشن. مقادیر رندومشون توسط یه تابع توزیع نرمال مثل اینی که این پایین هست داده میشه و بنابراین حول مقدار جی صفر بالا پایین میرن، میتونن حتی منفی هم بشن، میتونن مثبت باشن. شرینگتون کرکپاتریک مدل که مدلی بودش که به اون مدل آقای هاپفیلد نزدیک بود، تمام اسپینا با همدیگه برهمکنش دارن با برهمکنش های جی آی جی، ولی جی آی جی میتونن مثبت و منفی باشن. این مدل بودش که آقای پاریزی با استفاده از کلک رپلیکا سال 79 حل کرد. آر اسپین اینتراکشن میشه که تعداد اسپین ها دوتا نباشن، آر تا اسپین با هم دیگه ضرب بشن و بنابراین ضریبای جفت شدگی داشته باشن که اینها حالا مقادیر رندومی میگیرن. مدل خیلی پیچیده میشه و یه مدل دیگه هم هست به نام رندوم انرژی مدل که اتفاقا ما هم روی این یه زمانی یک کاری انجام دادیم که ترازهای انرژی این همیلتونی یه اسپکتروم کاملا رندوم تشکیل میدن. خب حالا ما فرض کنیم که میتونیم لندسکیپ انرژی همیلتونی رو یه همچین شکلی توضیح بدیم. یه تعداد مینیموم گلوبال داره که اینا هستن و اینا میشن اون حافظه های من. یه تعداد مینیموم لوکال داره که میشن اون مینیموم هایی که بهتون گفتم که مثلا ترکیب خطی دوتا الگو باشن. حالا اینجا ما بلافاصله یه رفتار نان ارگودیک میبینیم، یعنی سیستم اگه مثلا تو یکی از اینا گیر بکنه دیگه با گذر زمان این قسمت از فضای فاز رو بازدید نخواهد کرد.
و واسه اینکه یه همچین رفتاری رو توضیح بدیم، آقای پاریزی شکست تقارن نسخه رو یا رپلیکا سیمتری بریکینگ رو پیشنهاد کرد که من رو بگم این چیه. نکته در اینه که وقتی شما بی نظمی دارید، انرژی آزاد رو باید اینجوری تعریف کنید که میانگین لوگاریتم تابع پارشه. این میانگین روی تابع توزیع جفت شدگی هاست، یعنی خود زد یه جمع میزنه روی اسپینا، ولی خب حالا جی آی جی ها رندومن، اونو چیکار کنم؟ لوگ زد رو میگیرم و روی جی آی جی ها حالا متوسط میگیرم. یعنی متوسط بیرونی اون جمع زدن روی جی آی جی هاست، روی جفت شدگی هاست. خب این موجود محاسبه کردنش به وضوح سخته. من همینجوری اول که آدم باش روبرو میشه میگه من که اینو هیچ کاریش نمیتونم بکنم. روشی که واسه حلش پیشنهاد شده روش رپلیکاست. یعنی لوگ زد رو مینویسم یک بخش بر ان زد به توان ان منهای یک، در حالی که ان میره به سمت صفر. چرا این میره به سمت صرف؟ چون زد به توان این رو میشه نوشت ای به توان این لوگ زد، که بس داده میشه اگه این کوچیک باشه به یک به اضافه لوگ زد، با این یک یکه هست میشه، اون یک انوم هم اینجا تقسیم میشه میره، پس این این به سمت صرف به من میده لوگ زد. با این اشکال البته که این یه عدد صحیحه، ولی خب ما اینجا داریم به طور پیوسته به سمت صفر میلش میدیم، یه کمی اینجا کلک هست تو کارش. ولی این کلک رو اگه بپذیریم، حالا زد به توان این یه چیز قابل محاسبه است. یعنی من حالا میتونم میانگین زد به توان این رو بگیرم، این میانگین میخوره به این لوگ زد، باید میانگین زد به توان این رو بگیرم. میانگین زد به توان این هم کار ساده ایه. من در واقع میام از این همیلتونیا این تا کپی درست میکنم، میذارم توی تابع پارش، و واسه اینکه این کارو بکنم از هر اسپین باید n تا کپی درست بکنم، واسه من میشه s i a a از یک الا n. اینو محاسبه میکنم، بعد از اینکه محاسبه کردم n توش یه پارامتره، حالا اینو به سمت صفر میل میدم. کل این مسئله رو اگر به صورت یک کلک بهش نگاه بکنید، یک کلک ریاضی، واسه اینکه من بتونم این مقدار انتظاری لوگاریتم زد رو محاسبه بکنم، قابل قبول میشه. اما اگر به صورت یک کلک نگاه بکنید، اون وقت مقدار انتظاری SISB، چون اینا صرفا کپی های یه چیز بودن، باید بشه دلتا آبه. اینا هیچ ربطی به هم ندارن، باید بشه دلتا آبه. پس بنابراین این ماتریس کیو آبه رو اگه محاسبه کنم که هست مقدار انتظاری اسپین آی ای اسپین آی بی، باید به من بده دلتا آبه، اما نمیده. در واقع کیو آبه این شکلی به صورت قطری غیر صفر میشه. هر کدوم از این مراحل رو بهش میگن یک مرحله شکست تقارن رپلیکا. این که بخواد دلتا آب باشه یعنی تقارن رپلیکا برقراره. اگه تقارن رپلیکا برقرار نباشه، این به جای دلتا آب یه چیز پیچیده میشه. و مرحله دوم خود این مربعهای زرد رو حالا تقسیم میکنم به مربعهای قرمز، و اینو به طور اینفینیتی تا فرکتالی شدن این کیو آب ادامه میدن. در نگاه اول آدم به نظرش میرسه که وای چه کار عجیب غریبه، یعنی واقعا آقای پاریزی چطوری این به ذهنش رسیده؟ ولی مشکل سر اینه که جواب میده. یعنی انرژی آزاد دقیق و انتروپی در صفر مطلق صفر باشه، این دوتا خاصیت رو در محاسبه ما تامین میکنه. بس ناچاریم این رپلیکا سیمتری بریکینگ رو قبول کنیم. اگه قبول نکنیم، هم انرژی آزادمون اشتباه میشه،
هم انتروپیمون صفر نمیشه، گرفتار میشه. و این مسئله خب سالهای سال وجود داشته و نگران کننده است و معلوم نیست معنی فیزیکی این که نسخه هایی که من درست کردم با هم فرق داشته باشن چیه. یه توضیحی واسش آقای پاریزی در این مقاله میده که خیلی مقاله جالبیه. حرفی که میزنه اینه که در واقع تمام این مینیموم های انرژی همیلتونی یک مینیموم های لوکال هستن و پس یک گذر فاز مرتبه یک بینشون ممکنه. و حالا اگر تعداد زیادی از اینا داشته باشید، تعداد زیادی فاز دارید که با همدیگه گذر فاز مرتبه یک میتونن بزنن. گذر فاز مرتبه یک در واقع میطلبه که دو تا فاز کنار هم باشن و یه لایه فیز کوئگزیستنس اینا رو از همدیگه جدا کنه. ولی اگر چنین تصویری درست باشه قانون گیبز به هم میخوره. قانون گیبز میگه که ما اگر میخوایم این به اضافه یک فاز کنار هم داشته باشیم باید این پارامتر رو فیکس کنیم که مثلا گذر فاز مرتبه یک بین بخار و آب احتیاج به این داره که دو تا پارامتر تی و پی مشخص بشن یا تی پی و وی. ولی اینجا هیچ پارامتری یک پارامتر احیانا فقط مشخص شده ولی بی نهایت از این فازا در کوئکسیستنس کنار هم دیگه هستن. فیز کوئکسیستنس اینه، یعنی در یک جایی آب و بخار در کنار هم قرار میگیرن و این خط گذر فاز مرتبه یک بینشون در واقع فیز کوئکسیستنس همزیستی دو فاز مرتبه یک است و این دو تا فاز مرتبه یک به هم دیگه تونل هم میتونن بزنن، از این سطح میشه عبور کرد با تغییر در فشار یا دما. ولی قانون گیبز برای این فیز کوئکسیستنس برقراره. پس به نظر میرسه که در سیستم های پیچیده قانون گیبز به هم میخوره. تعداد فازهایی که داریم بسیار زیادن، یعنی بی نهایتن و یه انتخاب ساده احیانا انتخاب تک پارامتر ما رو میبره روی این نقطه همزیستی بی نهایت فاز مرتبه یک. ما میتونیم اگه بخوایم این خاصیت رو به عنوان تعریف سیستم پیچیده بگیریم. نبگیم سیستم پیچیده سیستمی هستش که درش یک قانون گیبز برقرار نیست، دو تعداد خیلی زیادی فاز در همزیستی فاز کنار همدیگه زندگی میکنن. آقای پاریزی اسم اینو گذاشته فیز دموکراسی، یعنی همزیستی مسالمت آمیز تعداد زیادی فاز کنار یکدیگر. من واسه این که این حالا تصویری که تو ذهن خودم هست و انتقال بدم اینه که وقتی حالت پایس اسپینگلنس داریم اسپینا در جهات مختلف یخ زده هستن، جمعشون صفر. ولی حالا میتونن اینا در یک جهت دیگه به دلیل اون پدیده ناکامی قرار بگیرن، دو مرتبه جمعشون صفر باشه ولی یخ زده هم باشه، این میشه یه فاز دیگری. برای اینکه از این فاز به اون فاز بریم البته مثلا باید دما رو ببریم بالا، دو مرتبه ببریم پایین. ولی از این فازهایی که با هم میتونن گذر مرتبه یک داشته باشن بی نهایت تا داریم و قانون گیبز هم شکوندیم، چون که بی نهایت فاز در کنار یکدیگر دارن زندگی میکنن اما یه پارامتر فقط فیکس شده. پس میشه
تعریف سیستم پیچیده با این دیدگاه آقای پاریزی که من خیلی اتفاقا میپسندم، یه سیستمی که تعداد زیادی درجه آزادی داره، این درجات آزادی با همدیگه در همکنش غیر خطی هستن، تا اینجاش همه موافقن. حالت پایه همزیستی تعداد بی نهایتی از فازهای هستش که به همدیگه با یک گذر فاز مرتبه یک مرتبطن. و ما باید بتونیم همزیستی تعداد زیادی فاز رو از اینی که یک بودی که برای هوا، برای بخار آب و آب در نظر میگیریم، تعمیم بدیم به ابعاد بالاتر که تعداد زیادی فاز دور همدیگه قرار دارن و در یک نقطه. این واقعا کشیدن شکلش مشکله. من همین که از دو بتونم برم به چهار خیلی زحمت کشیدم که اینو بتونم بفهمم که یک نقطه همزیستی وجود داره و تعداد زیادی فاز دور این نقطه همزیستی وجود داره. و این اگر بشه یه سیمپلکس بی نهایتی، اون وقت این میشه سیستم پیچیده شیشه اسپینی. خب در جنبندی، ناکامی به تعداد زیادی مینیموم موضعی منجر میشه. این تعداد، این مینیموم موضعی میتونن یک حافظه کانتنت ادرسبل درست بکنن مثل حافظه مغز. ریپلیکا سیمتری بریکینگ که برای درک این حافظه درونی لازمه، در واقع هم معنا هست با شکندن قانون گیبز. نهایتا این چهار رو توضیح ندادم که در ریپلیکا سیمتری بریکینگ پارامتر نصب یه پارامتر نیست، دیگه یه تابعی هست که ساختار فرکتالی داره، که در واقع با اون ساختار فرکتالی کیو آب مرتبط. من اینجا دیگه متوقف میشم. فرصت واسه یکی دو تا سوال هست اگر آقای دکتر عرفعی اجازه بدن. خیلی ممنون از توجه همگی. آی دکتر روحانی خیلی ممنونم. چون آقای دکتر عرفعی الان صداشون نیست. آقای دکتر پیامی دوست عزیز یه سوال دارن. آقای دکتر پیامی، من از این مدیران جلسه خواهش می‌کنم میکروفون شما رو روشن کنم بتونید صحبت کنید. سلام آقای دکتر روحانی و همه حضور. صدای من میاد؟ میشنوم صداتون آقای دکتر، بفرمایید. خیلی ممنون از سخنرانی بسیار زیباتون. تا حالا در مورد در این زمینه یه همچین سخنرانی خوبی رو نشنیده بودم. من سوالم این هست که اگه به جای اون فرم لوگ زدی که گرفتید یک انام زد به توان ان منهای یک، یه فرم دیگه هم می گرفتید، بعد اونجا که متوسط اس آ و اس بی دلتا آب نشده بود و فرکتالی کردید، همین مسیر رو هم باز طی بکنید، آیا در نهایت با این فرم جدید لوگ زد به همون نتیجه قبلی که از فرم اول گرفتید میرسید، یا اینکه این یه مینیمم دیگه ای رو میده که بین این دوتا مینیمم ها صد پتانسیل هست؟ منظورتون اینه که یه تقریب دیگری به لوگ زد بگیرم؟ دقیقاً بله. والا من ندیدم یه همچین محاسبه ای، ولی
حکمت این تقریب اینه که زد به توان N درش ظاهر میشه و زد به توان N رو حالا من با این کلک رپلیکا میتونم محاسبه کنم. اگر شما یه تقریب دیگری به لوگ زد بگیرید، اون وقت اون فرمی که زد توش پیدا میکنه شاید قابل محاسبه نباشه. ولی من واقعا ندیدم کسی یه همچین کاری بکنه. اگر یه شکل دیگری برای لوگ زد، یه تقریب دیگری برای لوگ زد بشه گرفت و ضمناً هم این امکان محاسبه رو بده، این حکمت زد به توان ام رو یه جور دیگه تأمین کنه، من حدسم اینه که باز باید همین جواب رو ظاهر بشه. باورم اینه که یه واقعیت فیزیکی پشت این مسئله هست، فقط یه کلک ریاضی نیست. خیلی متشکرم. آقای دکتر، خیلی ما صدای شما رو نداریم. فکر می‌کنم باید میکروفونتون رو فعال کنیم. هنوز متاسفانه صدا نیست. من با اجازهتون از یکی دیگه از دوستان سوال کردم، جناب آقای یحیی، من ایشون رو دسترسی میدم. جناب آقای یحیی بفرمایید. این آقای یحیوی میکروفونش روشن شد. بفرمایید آقای یحیوی. آقای یحیوی، الان شما موفق نشدن. آقای دکتر عرفی، اگر میکروفونتون فعال شد در خدمتتون هستیم. ما با توجه به این تغییر اقلیمی که توضیح میدادید، باتپ افکتی که توضیح داده، اثر پروانه‌ای، آیا اینم خودش عامل تأثیر اقلیمی روی زمین اتفاق میفته یا فقط همین تغییر دما تغییر اقلیمی ایجاد میکنه؟ با توجه به طوفان اواخری که تو ایلینویز اتفاق افتاد و صدمه زیادی به شرکت آمازون زد، آیا به نظر شما تغییر اقلیمی بدتر از این خواهد بود که تغییر دما ایجاد مشکلات بکنه، یا خود عامل اثر پروانه ایجاد اثر تغییر اقلیمی ایجاد میکنه به نظر شما؟ من سوال رو جواب میدم، ولی با توجه به اینکه این کار نیستم، یعنی کارم توی هواشناسی رقومی نبوده هیچ وقت، کلیاتی که میفهمم رو میگم. این که اقلیم به وجود میاد به خاطر وجود جذاب عجیبه، یعنی در واقع اقلیم عبارت از جمع حالت‌های ممکن داخل یک جذاب عجیب و اینو یه محدوده از فضای فاز رو تعریف میکنه، ما اونو بهش میگیم اقلیم. مثلا حالا اون چیزای اقلیمی که آقای کوپن درست کرده بود بزرگتر از یک کشور بود، ولی مثالی که من میخوام بزنم در مقیاس کوچکتر از کشوره. مثلا فرض کنید کویر لوت، یه شناخت اقلیمی ازش ما داریم که آب و هوایی که آب و هوای کویر لوت چه شکلیه. این که چه شکلیه، همین این جمله که چه شکلیه، یعنی این که اون جذاب عجیبش در چه محدوده‌ای قرار میگیره. حالا وقوع یه سیل یا وقوع یه طوفان غیرمنتظره هنوز تغییر اقلیمی نیست،
این در واقع همون در چارچوب هواشناسی باید بهش نگاه کرد، یعنی همون افت و خیز های داخل پیشبینی هواست که ضمناً هم دقیقاً مرتبط به همین پردیده پروانه‌ای، یعنی افت و خیز کوچیکی تبدیل شده به یک افت و خیز خیلی بزرگی که حالا ما اسمشو میذاریم سیر یا اسمشو میذاریم طوفان، و به این ترتیب اینا از هم مجزا هستن. منتها مشکل سر اینه که کلیات کره زمین، یعنی در میانگین دمای کل کره زمین الان 1 درجه بالاتر از 50 سال پیشه. این حالا اگه بشه 2 درجه بالاتر، دیگه این جذابای عجیب به هم میریزن و دیگه ممکنه کویر لوت آب و هواش به طور پیوسته و دائم عوض بشه، نه اینکه گاهی طوفان توش بیاد. کلن مثلا کویر لوت نتیجه مثبت هم میتونه داشته باشه، بشه یه فضای یه اقلیم گرم ولی مرطوب، کاملا سبز بشه، استوایی بشه. مثال ها واقعا شاید این مثال افتاده. آره مثال خوبی نباشه، ولی حرف اینه که حالا با این تغییر اقلیم خیلی چیزا به هم میریزه. حالا اینه که اجبارم بدتر بشه، ولی خیلی چیزا به هم میریزه. اون قسمت بعدش البته این هستش که با بالا رفتن 2 درجه دمای کره زمین مقدار بیشتری از یخهای قطبی ذوب میشن، سطح آب میاد بالا و خیلی از شهرها از بین میرن. یکیش مثلا جزیره کیشه. جزیره کیش بالاترین ارتفاعش از سطح آب 30 متره و به سادگی 2 درجه افزایش دما 30 متر آب رو میبره بالا، جزیره کیش ناپدید میشه. خیلی جاهای دنیا این اثر شروع کرده به عمل کردن، خیلی جاها در آمریکا و در بنگلادش از بین رفتن، و اینکه اونا از اول در سطوح پایین نزدیک به سطح دریا بودن، 1-2 متر که سطح آب رفته بالا اونا از بین رفتن. ولی هنوز من گزارش از این که یک تغییر اقلیمی مشخص یه جای دنیا اتفاق افتاده باشه نخوندم. باز میگم چون خیلی دور از تخصصم این حرفا کلیه. بسیار ممنون. خیلی ممنون. خیلی ممنونم آقای دکتر روحانی از ارائهتون و جواب دوستان. و یکی دیگه دوستان سوال دارن ولی کمی زمانمون گذشته، اگر اشکالی نداشته باشه جناب آقای صادقی سوالتون جداگانه از آقای دکتر روحانی میتونید با ایمیل بپرسید. با اجازه همه دوستان ما جلسه صبحمون تا الان دیگه تموم کنیم. ایشاره ساعت 2 ادامه برنامه رو خواهیم داشت. آقای دکتر روحانی بازم خیلی ممنونم. همه دوستان تا ساعت 2 به خدا میسپارم. خیلی ممنون. ممنون از لطف شما و مهمان داری بسیار عالی. لطف داری.